حرف تو میشه، میشه بارونی چشم، من راضیم اگه حتی دیر به دیر بیام، حرف همه اینه، همه جا به فکرتم، معلومه که چقدر تو رو از دلم میخوام. سلام ببین شکست بالم، سلام دوری تو ملالم، سلام نگاهی کن به حالم، سلام بارون رحمت من، سلام همه عزت من، سلام صاحب شوکت من. حواست هست به موهای سفید سرم، چقدر آقا از گذشت شکست ترم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، ارباب دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، ارباب دوست دارم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. سلام من ببقيء بتربة صادق، سلام من به مدینه و به غربت صادق، سلام من به بقیع و کبوتران بقیع، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع. عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت جانسوز آقا امام صادق علیه السلام. سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. ان شاء الله خدای تبارک و تعالی از برکت دعاهای خیر آقا امام زمان و شما مؤمنین در جای جای این کره خاکی و این ایام، ایام شهادت آقا امام جعفر الصادق، صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، هر چه زودتر همه عزیزان حاجت روا باشند، کل بیماری ها و گرفتاری ها از مردم دنیا، خاصه شیعیان مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیهم برطرف بشه. خدا رو شاکریم که امروز هم این توفیق رو داریم که به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا و در کنار تربت پاک و مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام با برنامه سلام کربلا در خدمت شما باشیم. امیدواریم هر چه زودتر جنت البقیع دوباره ساخته بشه، دوباره مهیا بشه، همچین ایامی شهادت ائمه بزرگوار ما که مدفون هستند در بقیع به مناسبت‌های ولادت‌هاشون، به مناسبت‌های شهادت‌هاشون در حرم‌هاشون بتونیم انشاءالله انجام وظیفه بکنیم. و قطعاً همت میخواد، به قول معروف دست در دست دادن همدیگه میخواد، که انشاءالله هرچه زودتر
جنت البقیع دوباره ساخته بشه. چون معروفه گفتن از اصرار نگذریم، هر کسی از هر کجایی با هر مقام و منصبی میتونه صدای او مؤثر باشه در این مورد. و قطعا وقتی کار برای خدا باشه، وقتی کار برای رضای خدا باشه، اون موقع است که میفرماین ید الله مع الجماعه، خدا هم با ما یاری میکنه قطعا ان شاء الله به این اهدافی که مورد رضای خدای تبارک و تعالی هست همه با هم برسیم. و اما به رسم روزهای یک شنبه هفته های قبل ان شاء الله امروز هم در خدمت شما هستیم با بحث های تربیتی که سرکار خانم حورا آخون مدرس و متخصص روان درمانی برای ما ضبط و ارسال کردن با شما به اشتراک میگذاریم. ان شاء الله در آینده بیشتر و بیشتر بتونیم از این بزرگوار استفاده بکنیم در پخش هامون، که واقعا طبق اعلام نظر شمایی که پای این گیرنده ها میشینید، توجه میکنید و این بحث ها رو دنبال میکنید، الحمدلله رب العالمین استفاده کردید. ان شاء الله باز هم بتونیم بیش از پیش خدمتگزاری بکنیم. پس دعوت میکنم شما رو به دیدن برنامه که سرکار خانم حورا آخوند مدرس و متخصص روان درمانی برای ما ضبط و ارسال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با یک سلام و ادای احترام دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. مبحثی که با هم شروع کردیم، مبحث تربیت فرزند خوب و داشتن یک خانواده سالم بود. با شما عزیزان دیروز در مورد اهمیت داشتن هدف صحبت کردم و از شما دعوت کردم که برای داشتن فرزند و برای داشتن خانواده و تربیت فرزندانتون برای خودتون هدفی رو مشخص کنید، نیتی رو مشخص کنید. ما در علم روز میدونیم انسان‌هایی که هدف تو زندگیشون و برای حتی کارهای روزمره‌شون ندارن، اینا انسان‌هایی هستن که موفقیت‌های زیادی رو هم در زندگی تجربه نمی‌کنن. علم روانشناسی به ما این رو ثابت کرده که هر یکی از صفات و مشخصه های ثابت بین همه انسان های خوشبخت و انسان های موفق این هستش که اونها هدفمند هستن و در زندگی های خودشون هدف رو اول کار خودشون قرار میدن. در دین مبین اسلام هم به زیبایی این مسئله بهش دقت و توجه شده، تا جایی که شما عزیزان میدونین که ما برای تک تک کارهامون باید نیت داشته باشیم و وقتی که نیت رو برای رضای خدا قرار بدیم، دست رحمت و سپورت و اون دست با محبت خداوند رو هم در کارهای خودمون احساس میکنیم. لذا من از شما عزیزان خواستم که یک هدفی رو برای داشتن فرزند و برای تربیت فرزندانتون برای خودتون ثبت و مشخص کنید. خیلی موقع عزیزان وقتی که به اونها دعوت میشن به داشتن هدف، میگن که ما هدفمون این هستش که بچه های ما خدمتگزار امام زمان علیه السلام باشن، فرزندان ما فرزندان صالحی باشن. ببینید این یک خواسته خیلی زیباست، اما یک هدفی هستش که فقط روی دوش این فرزند مسئولیتش گذاشته شده. بچه های ما همینطوری یار امام زمان نمیشن، بچه های ما همینطوری خوشبخت و موفق نمیشن.
خیلی جالبه که پدر و مادرها وقتی که صحبت از هدفمند بودن در برای بچه دار شدن میشه، اونا دوست دارن که بچه رشد کنه، دوست دارن که بچه موفق باشه، دوست دارن که این بچه خدمتگزار باشه. این مثل این میمونه که ما نیت کنیم خدایا اگر فلان حاجت ما رو بدی همسایمون یه نظری بده. خواستهه برای منه کار رودوش دیگران. دعوتی که من از شما بیننده عزیز دارم اینه که به جای اینکه هدفتون رو و مسئولیت و بار هدف رو فقط روی دوش بچه قرار بدین که بچه رشد کنه، بچه موفق باشه، بچه با ایمان باشه، بیاین از این فرصتی که خداوند به ما میده استفاده بکنیم برای اینکه خودمون رشد کنیم در کنار ایجاد فرصت رشد برای کودک. خیلی کم هستن پدر مادرانی که وقتی که در مورد اهدافشون برای بچه دار شدن صحبت میکنن میگن خدایا من دوست دارم بچه داشته باشم تا خودم هم فرصت رشد دیگه‌ای به من داده بشه. در یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام، امام سجاد میفرمایند که داشتن فرزند داشتن یک فرصت دیگه برای رشد خود ما هستش. خداوند با دادن فرزندان به ما، به ما این فرصت رو میده که اگر نقش خودمون در تربیت خودمون در بچگی خودمون کمرنگ و ضعیف بود، الان یک فرصت دیگه داشته باشیم تا بتونیم در کنار اینکه یک کس دیگر رو پرورش میدیم، در کنار اینکه یک کس دیگر رو رشد میدیم و مربای یک کس دیگه هستیم، خودمون هم فرصت رشدی برامون به وجود اومده باشه. ببینید ما در علم روانشناسی عقیده داریم هر کسی که میخواد هر علمی رو واقعا یادش بگیره، واقعا در درونش ما میگیم اینیت بشه، در درونش نقش ببنده، همزمان که داره اون علم رو یاد میگیره اون علم رو تدریس کنه. در روایات دینی ما هم همین رو داریم که زکات علم تدریس علم هستش، شیر کردن و مطرح کردن و در اختیار اون علم رو در اختیار دیگران قرار دادن هستش. مسئله تربیت و پرورش و فرزندداری هم همین حکم رو داره. اگه ما میخوایم واقعا فرزندانمون رشد خوبی داشته باشن، تربیت سالمی داشته باشن، ایمانهای قوی داشته باشن، در کنار اینکه ما روی پرورش اونها داریم کار میکنیم، باید روی پرورش شخصیتی خودمون و شناخت خودمون و خودسازی کار کرده باشیم. یعنی تربیت فرزند این نیست که من همه هدف و همه تلاشم رو این قرار بدم که چطور با فرزندم صحبت کنم، چطور چه تغذیه‌ای برای فرزندم داشته باشم، چه مدرسه این بچه رو بفرستم، با کدوم دوست رفت آمد کنه. همه هدف از پرورش یک فرزند خوب و همه تلاش ما در پرورش یک فرزند خوب نباید سرمایه گذاری بشه رو اینکه با بچه و با فرزند چطور برخورد کنم، بلکه یک به همون اندازه که ما سرمایه گذاری میکنیم روی تربیت فرزند، در کنار اون باید سرمایه گذاری کنیم روی تربیت خودمون. حالا این تربیت خودمون یعنی چی؟ آیا من قبل از اینکه بچه دار بشم میتونم رو تربیت خودم کار کنم؟ بله، یقیناً، of course، 100%. اما وقتی من به عنوان یک مادر روی تربیت خودم کار کنم، وقتی به عنوان یک پدر روی تربیت خودم کار بکنم، نقش من نقش متفاوتی هستش. یعنی اون خودسازی که من به عنوان یک خانم مجرد، یک آقای مجرد انجام میدم، با اون خودسازی که من به عنوان یک شوهر و یک همسر انجام میدم، با اون مرحله خودسازی که من به عنوان یک مادر یا پدر انجام میدم، اینا خودسازی های مختلفی هستن که همه اونها اگر درست روشون کار بشه، ما نه تنها فرزند خوبی خواهیم داشت، خودمون هم رشد هایی خواهیم کرد. پس همونطور که در برنامه گذشته در مورد دید و زاویه دید و عینک ما به جهان بینی بون، به وظیفه پدریمون، به وظیفه مادریمون داشتیم، من شما عزیز بیننده رو دعوت میکنم که نیتتون رو و زاویه دیدتون رو این قرار بدین که خدایا من همونطوری که تلاش میکنم، همونطوری که هدف و نیتم این هستش که فرزند مناسبی رو تربیت کنم، در کنار اون متوجه این هستم که خود من هم الان
الان یک قدرت رشد به من داده شده، زمانی برای رشد شخصیتی خودم به واسطه پدر بودنم، به واسطه مادر بودنم به من داده شده. پس این اینوستمنتی که میخوایم بکنیم، این سرمایه گذاری که میخوایم بکنیم اگر میخوایم فرزند خوبی داشته باشیم، فقط روی فرزند نیست، بلکه در کنار اون روی خود ما هم هست. و ما این رو کاملا از دعاهای امام سجاد علیه السلام میتونیم برداشت کنیم. یکی از دعاهای زیبای آقا امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعایی هستش که امام برای فرزندان خودشون و برای طلب فرزند و برای رشد فرزندان خودشون دارن. دعاهای صحیفه سجادیه از اون دعاهایی هستن که خیلی به ما برای پیدا کردن هدف و درست کردن نیت ها کمک میکنن. و من دوستان مستمع رو دعوت میکنم که یک سری به صحیفه سجادیه بزنن، مخصوصا الان که داریم روی مباحث فرزندداری و تربیت فرزند و خانواده کار میکنیم، صحیفه سجادیه میتونه یک کتاب خیلی خوب و دعای امام سجاد علیه السلام میتونه یک راهنمای خیلی جامعی برای این مسئله باشه. جالب این هستش که امام سجاد عزیز ما وقتی که میخوان در مورد، وقتی که دعا میکنن برای فرزند داشتن و برای اینکه چه نوع فرزندی رو داشته باشن، اولا از خدا به خداوند میفرمایند که خدایا به من منت بذار، من علیه، خدایا تو منت رو سر من بذار با دادن فرزندانی به من، فرزندانی که عمرشون طولانی هستش، فرزندانی که موفق هستن، فرزندانی که تو اصلاحشون کردی. بعد امام اون نوع صحبت خودشون رو عوض میکنن، خطابشون رو به خداوند عوض میکنن و میفرمای و دعا میکنن خدایا وجود من رو به واسطه فرزندم نیرومند قرار بده. اللهم اشدد بهی عضدی. خیلی جالبه ها، نمیگه امام، نمیفرمایند که تو جاهای مختلف دعا میفرمایند که فرزند منو اصلاح کن، موفقش کن، سلامتش قرار بده، از گناه دور نگهش دار. اما توی یه قسمتای از دعا برای خودشون دعا میکنن امام، میگن خدایا به واسطه این فرزند به من نیرو بده، به واسطه این فرزند مجالس من رو زینت بده، به واسطه این فرزند کارهای من رو کفایت کن. میبینین چطور امام علیه السلام از همون روش تربیتی که الان من سعی دارم میکنم به شما عزیزان معرفی کنم استفاده کردن؟ علم روز به ما همین رو میگه، امام سجاد علیه السلام به ما این رو ثابت کردن که فرزندداری دو تا قطب متفاوت داره. یک قطبش کار کردن و تلاش کردن برای تربیت این فرزند هستش. قطب دومش این هستش که من بشر، من مادر، من پدر بدونم که این فرزند وسیله‌ای برای رشد منه. که ما در مبحث ازدواج رو هم خیلی زیبا این مسئله رو داریم، از نظر علمی خیلی روی این مسئله کار شده، از نظر دینی خیلی زیبا این مسائل مطرح شده در ازدواج و اهدافی که برای ازدواج قرار داده شده که الان مبحث ما اونجا نیست. اما امام علیه السلام میگن که جزو دعاهاشون این هستش که خدایا این فرزند رو عاملی برای رشد من، برای بهتر شدن زندگی من، برای قوی تر شدن بدن من، برای رسیدن من به خواسته های خودم، برای زیبا شدن مجالس من، برای بهتر شدن عمر من استفاده کن. پس این یه نتیجه گیری زیبایی هستش که ما از کلام امام سجاد علیه السلام میخواییم بکنیم. و میگم این دعا دعای خیلی زیبایی هستش، دعای بلندی نیست. من از شما عزیزان خواهش میکنم که بعد از برنامه امروز یه نگاهی به صحیفه سجادیه بندازیم و انشاءالله این دعا رو یه دقتی با این لنز جدیدی که من به شما دادم بهش داشته باشید، که من و شما فکر کنیم خداوند به من این فرزند رو داد، الان من چطور میتونم از داشتن این فرزند برای رشد شخصیتی خودم استفاده کنم؟ ببینین خدا از عدالتش سیستم رو یک طوری قرار داده که من مادر و من پدر زمانم رو، عمرم رو، درآمدم رو، عواطفم رو، تمام سیستم وجودی خودم رو وقف فرزندم میکنم. اما اگر این وقفی که من انجام میدم باعث رشد خودم نشه،
مثل این میمونه که ما توی زبان انگلیسی میگیم که یه مثال تو زبان انگلیسی وجود داره که you can pour from an empty cup. شما نمیتونین لیوان کسی دیگر رو پر کنین وقتی لیوان خودتون خالی باشه. سیستم تربیتی که امام سجاد معرفی میکنه این هستش که خدایا من از تو میخوام که کمکم کنی این بچه، این فرزند، این خانواده اصلاح باشن، خوب باشن، خدمتگزار باشن و به من هم کمک کن. یعنی همونطور که من دارم لیوان این بچه رو، لیوان وجودی این بچه رو، ظرف وجودی این بچه رو پر میکنم، خدایا تو به واسطه دادن این نعمتی که به من دادی لیوان وجودی من رو هم پر کن. که انشاءالله ما به این نگاه میکنیم که چطور میشه که ما همزمانی که داریم رشد فرزند خودمون کار میکنیم، رو رشد خودمون رو هم کار کنیم. پدر مادر عزیز، اگر شما روی رشد خودت کار نکنی، اگر شما در کنار فرزندت رشد نکنی، نمیتونی فرزندی رو که میخوای، اون یار امام زمانی که میخوای، اون انسان موفقی که میخوای رو به جامعه تحویل بدی. پس تمام سرمایه وجودیت رو نه در سرمایه گذاری بکن روی فرزندت، اما از استفاده از این فرصت برای سرمایه گذاری روی خودت غافل نشو. که انشاءالله اینا مباحثی هستش که در برنامه های بعدی نکاتی رو در مورد اون و اینکه چطور ما میتونیم این کار رو انجام بدیم خواهیم داشت. به امید اینکه خداوند توفیق این مباحث رو به ما بده، شما عزیزان رو تا یک برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. تشکر میکنم از سرکار خانم حورا آخوند که با این مطالبشون، حالا گرچه شما شاید بعضی از شما بزرگواران سوال میکنید که تکرار شده بوده و قبلا در برنامه سلام کربلا از این مقطع استفاده شده، بله به درخواست خود شما باز دوباره ما این مورد رو پخش کردیم. انشاءالله عزیزانی که در این موردها سوال داشتن به جوابهای خودشون رسیده باشن. و اما مناسبت امروز، روز شهادت آقا امام صادق علیه السلام، صادق آل محمد، یه تاریخچه کوتاهی عرض بکنم تا انشاءالله در بقیه و فرصت باقی مانده از برنامه بتونیم صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. آقا امام صادق در سال 148 هجری قمری در 25 شوال شهید شدند به واسطه زهر که به دست منصور دوانیقی لعنت الله علیه و آله به امام خورانده شد. امام در موقع شهادت 7 فرزند داشتند که یکیشون به رحمت خدا رفته بود، اسماعیل. فرزندان آقا امام صادق حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، عبدالله، اسماعیل، محمد دیباج، اسحاق، علی که علی ابن جعفر مدفنشون در قم هستش، عباس، ام فروه، اسماء و فاطمه. و اما به مناسبت امروز اجازه بدید مقطعی از زیارتنامه آقا امام جعفر الصادق رو با هم به نیت فرج فرزند بزرگوارشون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بخونیم، چون یکی از درخواست‌های خود آقا امام صادق این بوده که لو ادرکته لخدمته. وقتی که امام معصومی می فرماید اگر دوران
امام زمان رو من درک بکنم، خدمتگزار او خواهم بود، بدانیم که واقعا امام زمان مفترض الطاعه، واجب الاطاعه هستند. برای فرجشون، سلامتیشون خیلی زیاد دعا بکنیم انشاءالله. خدای تبارک و تعالی رحمی به ماها بکنه، به این امت بکنه که هرچه زودتر فرج پرخیر و برکت آقا امام زمان رو بر ما نزدیک بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها الامام الصادق، السلام علیک ایها الوصی الناطق، السلام علیک ایها الفاتق الراتق، السلام علیک ایها السنام الاعظم، السلام علیک ایها الصراط الاقوم، السلام علیک یا مفتاح الخیرات، السلام علیک یا معدن البرکات، السلام علیک یا صاحب الحجج والدلالات، السلام علیک یا صاحب البراهین الواضحات، السلام عليك يا كهف المؤمنين، السلام عليك يا هادي المضلين، السلام عليك يا سكن الطائعين، والسلام عليك وعلى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن قتلت آل بیت رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین. خب وقت اون رسیده، الحمدلله که بتونم بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم، رو به حرم آقا سید و شهدا عرض سلام کوتاهی داشته باشیم، تسلیت عرض بکنیم شهادت فرزند بزرگوارشون رو، و انشاءالله صدای شما بزرگواران رو به کربلای معلا برسونیم. ما هم به شما التماس دعا داریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. صل الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا مولاي يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. آجرك الله يا مولاي بمصاب واستشهاد ابنك الصادق. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أمك أم البنين. السلام عليك وعلى إخوانك. السلام عليك وعلى أخواتك. السلام عليك وعلى أطفال الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نابرد رنج را چه کسی گنج میدهد؟ یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم، یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم. هیئت که آمدم سر و رویم. زیارت هاتون قبول باشه بزرگواران. امیدوارم هر چه زودتر این سلام ها رو خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه بتونید در حرمشون
خدمتشون عرضه داشته باشید و عرض حاجت داشته باشید. شماره تماس برنامه باز شده 2964 771 61 67 100. در اختیار شما و تمامی عزیزانی هست که دوست دارن انشالله صدای خودشون رو به کربلای معلا برسونن. انشالله هر اون چه که در حق خودتون میخواید دعا بکنید، مخصوصا برای فرج مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، گرفتاری های دیگران رو هم مد نظر داشته باشید، حوائج دیگران رو هم مد نظر داشته باشید. انشاءالله همگی حاجت روا باشیم. الهی آمین. اولین تماس رو دریافت میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علی سلام، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت کنید آقا امام حسین علیه السلام. ممنون و شکر آقای میخلف کده. من اولین بار باهاتون تماس میگیرم. خیلی خوشحالم که از راه دور به اربابم سلام میدم. میخوام به نیابت مادرم مرحوم سلطنت دوستفندی سلام بدم. خیلی امام حسینی بود. خیلی اول الله و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. اللهم عجل ولی اکل فرج، اللهم عجل ولی اکل فرج. ارباب خوب، شفای تمام مریضا، شفای دوستم، شفای مریضای اصحاب و رو آقا جان. یه نگاه کافیه واسمون. آقای میخرف زاده دستتون در نکنه، ایشالا که حاجت روا بشین. التماس و همچنین ممنونیم از تماستون. قبول باشه زیارتتون انشالله. هر چه زودتر همراه با خانواده صحیح و سالم مشرف بشید کربلا. یا علی مدد و خدا نگهدار شما. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. شایو آقای امام جعفر صادق را خدمت آقای امام حسین علیه السلام، آقا قمر بنی هاشم، آقا امام زمان عجل الله و فرجه و شریف، همه ائمه معصومی و محبین اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بفرمایید ادامه بدید سلامتون رو. قبول باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستود فيها بعدد ما احاط به علمك. صلى الله عليك يا مولا يا ابا عبد الله. الله عليك يا مولا يا ابا عبد الله. صلى الله عليك يا مولا يا ابا عبد الله. السلام على الحسين. و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. آجرک الله یا ابا عبدالله. السلام علیک یا سید یا مولا یا ابا الفضل العباس یا قمر بنی هاشم یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین سید الوسیین یا ابن فاطم ام البنین سلام الله علیها. آجرک الله یا مولا یا ابا الفضل العباس یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. السلام علیک یا زینب کبرا یا بنت علی المرتضی. السلام علیک یا رقیه یا بنت حسین الشهید. السلام علیک یا محمد یا ابا صالح المهدی یا صاحب الزمان یا خلیفه الرحمن یا شریک القرآن. اشف صدر الحسین به ظهور حجه. لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا مهدی یا صاحب الزمان. عزتون با آقا سید و شهدا در پناه حق. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. قبول باشه زیارتتون انشاءالله. شما هم مأجور باشید. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. و اما تماس بعد. فقط عزیزان خواهش میکنم حتما صدای تلویزیونتون رو ببندید که صدای تلویزیون و صدای شما با هم
به قول معروف قاطی نشه، توی پخش ایجاد اشکال میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام بر شما، سلام به همه شبکه امام حسین علیه السلام. التماس دعا دارم و جماعت ما تشکر. سلام بدم به ابا عبدالله حسین. خواهش میکنم بفرمایید، ما هم به شما التماس دعا داریم. انشالله که همیشه با خانواده صحیح و سالم باشین به همه شبکه امام حسین. ما برای شما اینجا دعاگوی شما هستیم، انشالله که همیشه صحیح و سالم باشین. انشالله که ابا عبدالله حسین اجر بیشتر به شما بده که قدر زحمت میکشین. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم جميعا ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عباس يا امير المؤمنين يا قمر يا الله زينب حسين دخيا. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا امام الزمان يا مهدي زهرا. خدايا زهرا يا امام الزمان ما برسان، خدايا زهرا مهدي ما برسان. خدای همه مریضای دنیا شفا بده، بسری مارم دنیا شفا بده. خدای همه مریضای دنیا شفای عاجل بده، لباس عافیت به کشانه بده، به او سالم به خانوادش برگردانی. خدای بچای مارم دنیا شگهداری. خدای سلامتی ازت میخوایم. خدای ابا عبدالله الحسین دیگر رای کرب و بلا بشین به زیارت ابا عبدالله الحسین. همه را برسن مارم دنیا شی بنی آبادی مادرم بنی آبادی پدرم بنی عبدالله الحسن. التماس دعا دارم. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. قبول باشه. التماس دعا دارم اجا. خیلی ممنون لطف دارید. تشکر. قبول حق باشه. انشالله که همیشه صحیح و سالم باشین. یا علی مدد. خیلی ممنون لطف دارید. ممنونیم از دعای خیرتون. خدا نگهدارتون. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. الو، صدای شما رو خواهرم داریم. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام. چشم. سلام علیکم ابا عبدالله. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم یا امیر المؤمنین و ابن سیدنا وسیم. السلام علیکم فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين. السلام علیکم خدیجه الكبرى ام المؤمنین. صلى الله عليك يا ابا عبد الله. ارواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جاله الله راحت مني زيارتكم. السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا ولا اصحاب الحسين. عزيز الرقيه حسين جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام علیک یا باب الحوائج یا شیر بچه یلی دستم بده آمد امشالله کمک من کن. خدایا قسم میدن تو با اهل بیت نازنین پیغمبر از گناه ما بگذر. خدایا رای کربلا را واز کن. خدایی مریضی را سر تا سر دنیا نابود بگردان. خدایا ما را سفری کربلای ما را راست واز کن. خدایا کمک من کن گناه ما را بگذر. خدا جان بنی آباد از پدر مادرم از شوهرم از بچه هایم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله ارواح التي حلت بفنایک اجل ولیک الفرج. انشاءالله فرج مولای مرا به زودی زود برسان. خدایا تسلیت میگم شهادت امام صادق علیه السلام را شهادت میگم. خدایا کمک ایمان کو همون راحمین است. خدایا ما بنده های گناه های ما بگذر. خدایا همون راحمین است. اجل ولیک دستتان در نکن آقای مرخلف زاده. خواهش میکنم خواهرم انشاءالله حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون. مشتاق دیدنش همگی شما عزیزان رو. در کربلا هستیم، امیدواریم هر جا هستید صحیح و سالم باشید و توفیق بیش داشته باشید، خدمتگزار اهل بیت باشید و ما هم توفیق داشته باشیم بیشتر و بیشتر، هم خدمتگزار اهل بیت هم شما محبین آقا پیامبر اکرم و آل بیت گرامشون باشیم. الهی آمین. وقت برنامه در اینجا تمامه و فقط به همین اندازه فرصت داریم که عرض بکنیم اللهم عجل لولیك الفرج والعافیت والناصر واجعلنا من انصاره و اعوانه.
اللهم العن الجبت والطاغوت. زنده باشید و باشین یا علی مدرسه.